مجازات فلک اولین چقدر ۱... بزرگ بود دوربین مخفی خانم دکتر میگه شب یا پیشم چه دکتر لارجیه مخزنی <تصفيق> <تصفيق> بله یوتیوب فارسی رو میشه از این دیدگاه دید سلام دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه موضوعی که واسه این ویدیو انتخاب کردم خیلی جنجالیه هر کسی یه نظری واسه خودش داره و من به عنوان کسی که چهار ساله تو این پلتفرم داره فعالیت میکنه میتونم این حقا به خودم بدم که راجبش صحبت بکنم مردم مقصر هستن یا یوتیوبرها ببینید شما بیننده یوتیوب هستید و احتمال زیاد نمیدونید پلتفرم یوتیوب چجوری کار میکنه و برای چی یه ویدیو ویو زیاد میگیره اگه جواب سوال اینو میخواید که مردم مقصر هستن یا یوتیوبرها باید بگم که جفتشون یوتیوب پر بچه ساله خب یعنی پایین 18 سال 15 سال 14 سال و خب به نظرتون این اشخاص که در سن بلوغ هستن به دنبال چه چیزی یوتیوبر جماعت موظف هستش محتوایی بسازه که این شخص رو از اینی که هست بدتر نکنه ولی همچین اتفاق هیچ شخص نمیفته و طرف به فکر پول فقط ما کانال هایی رو داریم که تخصصی رو این داستان تمرکز میکنه بذاری سرچ کنم اینم میاره ولاگ همون <applause> آی وای. نه نه خوردم این چیه بله بیاید با هم بریم حموم ولاگ حموم کردن اه. این که اصلا ویدیو خودش نیست این چیه آره مثلا اینکه طرف ویدیوشو پاک کرده یا یوتیوب پاک کرده نمیدونم ولی یه همچین چیزی بود دقیقا تامنیلش و ویوهاش چند صد هزار تایی بود من نمیدونم یه سریا تو سرشون مغز دارن یا دمپایی تو سرشونه چون یوتیوب مثل پرناب نیستش که قوانین جنسی نداشته باشه داره البته خیلی نسبت به قلب شلتر کرده ما دخترایی داریم که با فیشنت و کون و لخ تقریبا میان حرکات یوگا انجام میدن که شبیه همه چی از جز یوگا یوگا چلنج آره آره همچین چیزی نمیتونم نشون بدم آره خلاصه نسبت به قبل خیلی شلتر شده یعنی این جور رو مثلا فکر میکنم 4 5 سال پیش میذاشتی یه سیخونکی یوتیوبت میزد قرار نیستش که شما توی این پلتفرم پورن تماشا کنی چرا ویدیوهای بد بازدید زیادی میگیرند ببینید اینجا گفتم ویدیوهای بد هم میتونه جنسی باشه هم ویدیوهای واقعا مزخرفی که نباید اونقدری که ویو داره ویو داشته باشه ما خیلی از کانال ها رو داریم که underrated هستن یعنی کم، کمتر بهشون توجه شده لیاقت بازدید بالاتری هستن من نه کلا اما خب کسی بهشون نگاهی نمیکنه دیگه مثلا کار هنری باشه طرف میگه بو پخمم سایکون نخنده کجاست فرشا ساکت داداش <تص> <تصار> <شسوگت> خندید <تصال> تا وقتی مردم اینجور ویدیوها رو نبینند هیچ وقت هم قرار نیست اون ویدیوها وایرال بشه و بازدید زیادی بگیره یوتیوب میاد میگه که آقا تو یه کار کن مردم سرگرم بشن هر چی بود اگر قوانین منو رد نکردی میارم بالا میکشم بالا اصلا برای مهم نیست محتوات میخواد به جامعه آسیب بزنه یا نه اصلا برای یوتیوب این قضیه مهم نیست آیا امیدی به یوتیوب فارسی هست راستیتش این جواب وقتی میتونه نتیجه داشته باشه که شما به مردم ایران امیدی داشته باشید یوتیوب مثل یک آینه میمونه و داره بازتاب مردم رو به نشون میده اگه میبینی یه ویدیو افتضاحی یک ویدیو بدی داره خیلی بازدید میگیره تقصیر مردمه این باستا همون واکنش مردم به اون ویدیویی که نشستن به و چهچه از اول تا آخر دیدن لایک کردن کامنت هم گذاشتن چرخ زدن تو چنل طرف و گفتن به به عجب چیزی درست کردی یوتیوب هم میدونید هورنی میشه اینجور مواقع و میاد میگه که اوکی بیا من اینو خیلی وایرال کنم چرا ویدیوهای کانال من مثلا زیاد بازدید نمیگیره اول اینکه طرف وقتی ببینه من به عنوان یک پسر آرایش دارم داداش من باید قهرم من ویدیوهات نگاه نمی کنم. لکبت ملعول. خب این عقب مونده وقتی همچین واکنشی نشون میده یوتیوب هم میاد میگه که کشتایی چه میخوری محتواد بدلا بود من میگم نه مردم با حال نمیکنن میگه خب لغت یه کار کن حال کنن یوتیوب مافیاست و هیچ وقت اینجوری نیستش که آخ بگی... آخه خی فلانی رو نگاه عجب ویدیوی پرمحتوایی درست کرده بیام دستش رو بگیرم نه از این خبر نیست وقتی میشه به یوتیوب فارسی امید داشت که به مردم ایران هم بش امیدی داشت در غیر این صورت زارت. چرا یوتیوب فارسی در گذشته بهتر از الان بود؟ البته این نظر بعضی است. من همین الانش هم کانالایی میبینم که تازه زده شده یعنی تازه تاسیسه ولی واقعا کارشون خوبه یا مثلا کومان درست آدم قدیمی توشه ولی یه کانال تازه به حساب میاد کانالی با قدمت 4-5 ساله نیست میبینید که چقدر محتوای خفن درست میکنه که خیلیا با عشق و جون و دل میشینن ویدیوهاشو تماشا میکنن پس نمیشه گفت که آره یوتیوب فارسی الان داغونه همه افتضاحن ولی نه این چرت و پرته خیلی ها میان میگن که دو یوتیوب مگه دانشگاه واسه خودش نبود این محتوای کون لخ چیه خیلی این حرف مسخره است چون که یوتیوب دو بخش است هم میتونه آموزشی باشه همیتون سرگرمی باشه اصلا بیشتر بازیدا همین بازیدا ویدیوهای سرگرمیه ببینید تنز ها زمان عوض میشه سال 91-92 سرگرمی و تنز این بود که شما بری مثلا عکس های ترول ببینی میم های ترول بعد از یه مدت تنز عوض شد مثلا شد کاکاسنگی الان نمیدونم چی شده من زیاد پی این کسافت ها رو نمیگیرم از اون طرف اینکه آقا یه سری از اینستاگرام کوچ کردم اومدن سمت یوتیوب و یک سری اینستا یوزرها از اینستاگرام کوچ کردم اومدن یوتیوب تماشا میکنن و اومدن دیدن به عجب پلتفرمی اما مشکل کجاست که طرف با سلیقه های محتوای زرد اینستاگرامی اومده کوچ کرده یوتیوب و الان انتظار داره همچه آشغالایی که داخل اینستاگرام دیده رو تو یوتیوب ببینه این خیلی فاجعه است همه چیز و همه چیز برمیگرده به خودتون یه نفر ده تا کیسه مدفوع حیوانی میاره واسه فروش و یه سریا میگیرن میخرنش و میخورنش و طرف بازن ده کیسه دیگه میاره وارد بازار میکنه تو نباید به طرف گیر بدی که داشت برای چی این همه کیسه گو واردی داخل شهر اینجا رو بو گرفته اونم میاد میگه با کونه لقت ببین من چقدر دارم میفروشم باباتم میخرم خب این مقصر مردمن تولید کننده محتوا و بیننده محتوا نبین اتفاق واسه طرف میفته دیگه ویو نمیگیره مثلا ویدیو منو نبین ویو نمیگیره دیگه بزرگترین دشمنی که میتونی در بکنی چرا یوتیوب باشون برخورد نمیکنه آموزش درست زدن بدون سانسور آره دول میارن با تو ویدیو اینجوری بزن داشت یک میلیون و هشتصد هزار بازدید فکر کنم امه ای من روی ویدیو کلی کرده نه یا مردم شریف ایران پس بلد نباشه همین الان هم نوشته آقا هر ساعت داره 200 تا ویو میخوره یعنی همین الان که دارم زر میزنم اعتمالا یکی دیگه اومده روی این ویدیو کلیک کرده و داره این ویدیو رو میبینه لیسیدن کزن س... از آموزش تصویری آقا چرا راه دور بریم بیا کانال منو بهتون نشون بدم که نه مثال بزنید بگید داداش خودت هم کیونت گوهیه دو تا از ویدیوهای محبوب چنل من مربوط میشه به فوت فتیش که اینجا تازه ابراز نفرت کردم یعنی میگفتم به و عجب پای خوشمزه ای شاید دو برابر ویو میخورد. ولی همینطور که بینید 27 هزار تا ویو خورده این یکی 11 هزار تا ویو خورده این یکی هم باز جنسی ویدیو وینی چی بود جنسی بود چهارم ویدیو پر چیه تست قطره جنسی یعنی من الان بیام ببخشید تست کاندوم هم بزنم ویو میخوره. ترویج بیغیرتی حالا این سیگاره و بگه تا آخر بقیه بقیه زیاد چیز خاصی نیست من اگه یک کانالی بسازم فوکس کنم روی این داستان باور کن میتونم مای چه میدونم 10 میلیون 15 میلیون 20 میلیون حداقل در بیارم ولی چرا با همچین کاری بکنم من بعضی وقتا دیگه کفگیر میخوره تایدی ممکنه بیام یه بی همچین ویدیوهایی هم بسازم که نظر صادقانه هم هستش ها آنست ریاکشن بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم مرسی که ویدیو رو تماشا کردید شما هم نظرتون راجع به این داستان بگید خوشحال میشم بای